درود بر شما هممیهنان گرامی، امروز سه‌شنبه 8 تیر با خلاصه مهمترین خبرهای آواتودی در خدمت شما هستم. سفارت رسمی اسرائیل در پایتخت امارات متحده عربی با حضور مقامات ارشد طرفین افتتاح شد. یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل گشایش نخستین سفارت کشورش در کشورهای حوزه خلیج فارس را تاریخی توصیف کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره حملات هوایی شبانه ایالات متحده به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه گفت آمریکا از پرسنل خود حفاظت می‌کند. امیدوارم پیام حمله شبانه به شبه نظامیان مورد حمایت ایران شنیده شود. مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به آتش‌سوزی در روستای سیوان شهرستان مرند اعلام کرد متاسفانه در اثر این حادثه 250 هکتار از اراضی مرتعی این روستا در آتش سوخت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار روز دوشنبه 7 تیر 28 ژوئن با روین رویولین رئیس جمهور اسرائیل در کاخ سفید به او اطمینان داد که نخواهد گذاشت ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. امروز سه‌شنبه 8 تیر 1400 کارگران کارگاه نصب نیروی شعبه اندیمش دست به اعتصاب زده و به کمپین 20-1400 پیوستند. روز دوشنبه 7 تیر ماه مردم ساکن روستاهای جفیر از توابع شهرستان دشت آزادگان در اعتراض به قطع آب جاده اصلی به سمت اهواز را مسدود کردند. به گزارش آواتودی به نقل از رصد بلوچستان امروز 8 تیر ماه 1400 جمهوری اسلامی ده‌ها خودروی مختلف نظامی و زرهی به همراه دیگر تجهیزات را به مرزهای مناطق شمالی سیستان و بلوچستان ارسال کرده است. امروز سه‌شنبه 8 تیر جمعی از اساتید دانشگاه آزاد با مطالبه همسانسازی حقوق و ابطال بخشنامه‌های تبعیض‌آمیز در مقابل ساختمان مجلس فرمایشی نظام در تهران تجمع کردند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی از پست جدید آیت الله قتل عام خواستار تحقیقات درباره نقش وی در اعدام‌های دهه 60 شد. دبیر کل اتحادیه جهانی اندستریال که یک اتحادیه کارگری جهانی با بیش از 50 میلیون کارگر عضو در 140 کشور جهان است، ضمن حمایت از اعتصابات کارگران صنایع با ارسال نامه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست بدون تعلل به مطالبات آنها رسیدگی کند. 38 تن از فعالین سیاسی و مدنی و حقوق بشر و امضا کنندگان نامه استعفای خامنه ای از اعتصابات کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اعلام حمایت کردند. با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی، شب و روزگارتان خوش.